بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گاهی وقت در زندگی انسان اعمالی هست که انسان گمان نمی کند که این اعمال سبب خیر باشند یا یک نوع صدقه محسوب بشوند برای انسان، اما از آنجایی که الله متعال حکیم هست، عادل هست، هیچ کاری را که منفعتی برای عموم مسلمانان داشته باشد، الله متعال چنین کاری را بی پاسخ و بی پاداش نخواهد گذاشت. در واقع مطلبی که میخوام عرض بکنم در واقع یک مژده‌ای هست برای کشاورزان عزیز و محترم. بحث درختکاری هست و زراعت. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که در صحیح مسلم هست و حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نقل کرده، یک فضیلتی رو و یک مژده‌ای رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کشاورزان و اهل زراعت و کشت بیان فرمودند. در این حدیث ایشان می‌فرمایند که ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منه له صدقه. هر مسلمانی که نهالی را بکارد، زراعتی را پدید بیاورد و بذری را در زمین بنشاند، الا کان ما اکل منه له صدقه، هر چیزی که از اون خورده می شود برایش صدقه محسوب می شود. کسی یک درخت با ثمره را در یک جایی می کارد، یک کشتی را، مزرعه ای را در یک جایی آباد می کند، هر چیزی که از آن خورده بشود، هر کسی که از آن بخورد، هم از این که حیوانی باشد یا انسانی باشد، برای اون ثواب نوشته می شود و این صدقه هست. و ما سرق منه له صدقه. خیلی جالب هست، اگر چیزی از ثمره محصولش دزدیده بشود، به سرقت برود، این هم برایش صدقه محسوب می شود. شما ناراحت نباشید که کسی اومده در مزرعه شما علف شما را، کاه شما را، یا میوه و ثمره محصول شما را در واقع از بین برده یا به سرقت برده. طبیعی است که شما دردمند بشوید، آزرده بشوید که ماها زحمت کشیدید تا این که این درختان به ثمره برسند. اکنون که به ثمره رسیدن، دیگران دارند از اون استفاده می کنند. حتی اگر میوه های درختان شما و محصول شما به سرقت برود، باز هم برای شما صدقه محسوب می شود. و ما اکل السبع فهو له صدقه. حتی اگر حیوانات درنده و وحشی هم از این محصولات استفاده بکنند، از این کاه و علف و میوه و محصولات استفاده بکنند و بخورند، اینم برای صاحب مزرعه صدقه محسوب می شود. و ما اکلت الطیر فهو له صدقه. اگر گنجشکها و پرندگان بیایند و از این محصول و میوه و ثمرات بخورند، اینم برای صاحب باغ و صاحب مزرعه صدقه محسوب می شود. ولا یزرعه احد الا کان له صدقه. و هر گونه آفتی که کسی به این مزرعه برساند، هر گونه نقصانی که به مزرعه و محصول شما برساند، این برای شما صدقه و یک کار خیر محسوب می شود. واقعا زیبا هست، الله متعال هیچ گونه زحمتی رو بی پاداش نمی گذارد. شما درختی رو، نهالی رو در زمین نشاندید، چه ثمر داشته باشد یا ثمر نداشته باشد، اگر از کاه و علفش مردم استفاده بکنند، حتی حیوانات استفاده بکنند، اگر از سایش استفاده بکنند، از هر موردی که قابل استفاده باشد این زرع و محصول کشاورزی شما، دیگران به هر نحوی، چه مشروع چه غیر مشروع، چه با رضایت شما چه بدون رضایت شما استفاده بکنند، تمام این موارد برای شما در واقع صدقه محسوب می شود و کار خیر هست. امیدوار هستم که الله متعال تمامی اعمالی را که ما انجام می دهیم، اهم از اعمال که
تقرب هست و یا اعمالی که به خاطر نفع دیگران هست و بدون استحضار نیت ما انجام می دهیم، امیدوار هستم که الله متعال این اعمال را به عنوان عبادت از ما بپذیرد و ثوابش را در آخرت به صورت کامل به ما باز بگرداند و سبب رستگاری ما و در دنیا و آخرت انشاءالله باشد. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.